اینجا تهران است، اینجا هم اصفهان و تبریز و شیراز و رشت. زنانی که هر روز در کوچه و خیابانهای ایران بی صدا فریاد آزادی خواهی سر می دهند. فریادی که جمهوری اسلامی برای خاموش کردنش تلاش می کند. شرعی و قانونی هست. علی خامنه‌ای دستور داد و حالا متن نهایی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف پس از دست به دست شدن میان بازوهای قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی به میز مجلسی ها رسیده. پس از هفته ها مذاکره، لایحه پیشنهادی قوه قضایی در دولت رئیسی تغییر چندانی نکرده. جریمه ها و مجازات ها همان است که قوه قضایی پیش بینی کرده بود و فقط در نحوه اجرا تغییراتی ایجاد شده. در لایحه جدید، قوه قضایی مکلف شده در هر حوزه قضایی شعبه های ویژه برای رسیدگی به جرائم حجابی اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاه های مراکز استان ها به شکل عمومی مأمور رسیدگی نباشند. همچنین بنا به درخواست دولت رئیسی به نیروی انتظامی این اختیار داده می شود که بدون ارجاع به دستگاه قضایی متخلفان را بعد از تذکر مستقیما محکوم و جریمه کند. همه اینها در کنار تشدید مجازات‌های اجتماعی که چهره‌های معروف، کسبه و کارمندان را هم نشانه رفته. اشخاصی که در اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند، علاوه بر جزای نقدی به حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی هم محکوم می‌شوند. حجاب اختیاری سرنشینان خودروهای شخصی هم به منع تردد و توقیف 10 روزه خودرو منجر می‌شود. برای رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی شاغلان مراکز آموزشی یا پژوهشی دولتی و غیر دولتی مجازات کسر 20-30% حقوق و مزایا تعیین شده به مدت 1-6 ماه. حامیان حجاب اجباری در هفته های اخیر گفتند مجازات های تعیین شده در این لایحه خفیف است و به گسترش بیحجابی منجر می شود. و از قوه قضاییه و قوه مجریه می خواهیم هرچه سریع‌تر این لایحه فرمایشی که سراسر حاکی از عقب نشینی نظام از باورهای دینی است را از مجلس شورای اسلامی مسترد نماید. سخنگوی دولت در پاسخ سعی کرده فراگیری مبارزه با حجاب اجباری را محدود جلوه دهد و در این حال گفته منتقدان بی اطلاعند و کسی هم ادعا نکرده این لایحه هیچ ایرادی ندارد. با این همه بررسی مقدماتی لایحه حجاب اجباری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده. در جلسه یک شنبه شب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رؤسای تعدادی از کمیسیون‌ها و شماری از روحانیان مجلس. اگرچه افراد و نهادهایی از درون دولت همچنان به دنبال راهکارهای تکمیلی‌اند. دبیر کارگروه زیست عفیفانه در شورای فرهنگ عمومی کشور گفته حجاب امری شخصی نیست و باید مجازات تبعید به لایحه عفاف و حجاب اضافه شود. اما در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی این جریمه‌ها را اخاذی حکومت از زنان می‌دانند. آزادی‌های فردی و اجتماعی در تمام 4 دهه گذشته ابزاری بوده برای کنترل و سرکوب مردم. از یک سو تیغ محرومیت و سلطه در شخصی ترین لایه‌های زندگی فردی شهروندان و لبه دیگر آن هم در 45 سال گذشته سوژه وعده‌های سیاسی و تهییج افکار عمومی. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، دین دست به خود است. عدالت اگر در محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و از رهبران اصلاح طلبی در ایران که این روزها باز هم در مدار ناسزاهای روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و تسنیم قرار گرفته، گفته عفاف با حجاب یکی نیست و نمیتوان حجاب را به زور تحمیل کرد. اظهاراتی که 9 ماه پس از قتل حکومتی مهسای 21 ساله به خاطر حجاب اجباری و کشته شدن دست کم 500 شهروند معترض در جریان خیزش انقلابی مردم ایران مطرح شده. که به توحید سزایی زنان ایران از این بگو مگوها و بگیر و به بندها عبور کردند و وزنه مجازاتها و قوانین نوشته و نانوشته جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی خواهی و حق طلبی آنها بیمایه تر از همیشه است. نیکی یزدانی، لندن.